خانواده انریکی کاتالان برای پیوستن به جمعیت تماشاگرانی که در مینیاپولیس ایالت اندیانا آفتاب گرفتگی را تماشا می کردن پیوست. قرار بود برای اطفال این خانواده یک روز عادی مکتب باشد. کاتالان و خانوادهش دو ساعت از شمال اندیانا برای دیدن آفتاب گرفتگی رانندگی کردند او پیش از این یک بار در نوجوانی آفتاب گرفتگی قسمی را در مکسیکو مشاهده کرده بود انریکه می گوید این تجربه برای من منحصر به فرد بود به همین دلیل ما اینجا آمدیم یادم می آید زمانی که من جوان بودم این اتفاق افتاد و اکنون می خواهم اطفالم هم آن را تجربه کنند اما قرار است که اطفالم یک آفتاب گرفتگی کامل را تجربه کنند چارلز و کاتی ماهر از شهر شیکاگو ایالت ایلونوی احساس کردند که تماشای این رویداد با جمعیت بزرگ مردم در ایندیاناپولیس لحظه متحد کننده در کشور است که از نظر سیاسی در یک سال انتخابات ریاست جمهوری منقسم شده است. امروز میلیونها امریکایی در کنار هم خواهن ایستاد و با هیجان به آسمان نگاه میکنند و از این تصادف کیهانی که محتاب دقیقا به اندازه آفتاب به نظر می تعجب میکنند معاون اداره فضایی ایالات متحده یا ای ناسا می گوید که تلاش های اداره او برای مطالعه این رویداد نادر تنها در چند مکان در سراسر کشور نبوده است و می افضاید ما برنامه ای داریم که در آن ای برای استفاده از تلسکوپ های آفتابی در سراسر کشور آموزش دیدند. مانگ چیانگ رئیس دانشگاه پردوی اندیانا است که تعداد از فارغ تحصیلان آن فضانورد ناسا شدند. او امیدوار است که دسترسی به آفتاب گرفتگی برای تعداد زیاد از جوانان امریکایی بتواند با آنها الهام بخشد تا حرفه های عملی را دنبال کنند. چیانگ می گوید؟ این فقط یک میله تماشا برای سه دقیقه نیست. این یک سفر آموزشی مادام العمر است و امروز یک توقف خاص در طول آن سفر است. برای کسانی که تماشای آفتاب گرفتگی کامل 2024 را از دست دادند، فرصتهای بعدی برای دیدن آن در ایالات متحده تا سالهای 2044 و 2045 رخ نخواهد داد.